دفاع استفاده بشن و ممکنه در شیرابه به کار برن. توی شیرابه یعنی باشن. این ترکیبات در دفاع میتونن نقش ایفا بکنن. مثلا یه حیوان بیاد اون گیاه رو بگیره بخوره، این ترکیبات الکلیدی میتونه حال یارو رو خراب کنه، دیگه سمت اون گیاه نیاد. پس اینو دقت کن. در مرگ یاخته‌ای هورمون سالیسیلیک اسید، اینو به سویساید ربط بدید، خودکشی، به ویروس ربط بدید، موجب میشه یاخته آلوده به ویروس به وسیله آنزیمای خودش گوارش بشه 100%. زمانی که یک سلول گیاهی ویروس توش بره، این ویروس ممکنه از راه پلاسمودس به سلول کناری مجاورم بره. این سلول شروع میکنه هورمون سالیسیلیک اسید رو تولید کردن و مرگ یاخته‌ای خودش رو القا میکنه. وقتی خودکشی میکنه، این سلول میشه مقبره این ویروس. دیگه نمیتونه وقتی مرده باشه از پلاسمودس بره، چون پلاسمودس وجود نداره. سلول از بین رفته و جلوی پراکنش یا در واقع انتشار ویروس رو تو پیکر خودش گیاه میتونه بگیره. همه عزیزان فهمیدن چی شد؟ آره رفقا، کامل، خیالم تخت تخت، ماشاءالله. خب بیایم اینجا، کدام مورد در رابطه با دفاع گیاهان صحیح هست؟ عوامل بیماریزا می توانند با عبور از منفذ روزنه ها. کیو داشتیم؟ قارچ. یه برگ داشتیم، هاگ قارچ که توضیح دادم، زیرش می چسبه، رشته یا نخینه یا هیف درست میکرد، از منفذ روزنه میرفت، چون نمیتونستن پوستک رو حل کنن، میرفت داخل توی مثلا میانبرگا یه رو اندام مکنده میداد، مثل شته، اندام مکنده داره خورتون میشه، مثلا سس به ساقه اندام های مکنده میده، مثل گل جالیز به ریشه اندامی مکنده میده. ها؟ عوامل بیماریزا میتونن با عبور از منفذ روزنه یا فضای بین یاخته‌ها از سد اپیدرم بگذرن 100%. حواست باشه اندام مکنده‌ها رو کجا داشتیم که با هم تکرار کردیم. هر جاندار ایجاد کننده اندام مکنده، ما گفتیم میتونه قارچ باشه اندام مکنده داره، میتونه شته باشه اندام مکنده داره، میتونه سس باشه گیاه اندام مکنده داره، میتونه گل جالیز باشه که اندام مکنده داره. در ریشه گیاه آوندی نفوذ میکند؟ غلط. ممکنه سس باشه تو ساقه، شته باشه بره تو ساقه، قارچ باشه بره تو برگ. تو ریشه فقط در واقع گل جالیز این کارو میکنه. اینم داره میگه جاندار. تغییرات چوبی شدن و کانی شدن میتواند سد فیزیکی محکم در برابر جانداران مهاجم ایجاد بکند. مثلا سیلیسی شدن در دیواره میتونه تبلور ایجاد بکنه و استحکام اون دیواره رو ببره بالا. چوبی شدن یعنی دیواره پسین، چوب یا لیگنین رو ترشح کردن رو دیواره پسین استحکام دیواره رو میبره بالا، پس احتمال ورود رو میاره پایین. میتونه سد فیزیکی باشه. ترکیبات سیانیددار موجود در بسیاری از گیاهان، برخی گیاهان نه بسیاری، لارو آفت در گیاه تنباکو، لارو آفت میشه اون گیاه خار بزرگه، برخلاف نوزاد کرمی شکل کوچک میشه لارو زنبور که میشه لارو گوشت خار، میتواند از سلول های دیواردار تغذیه کند. یعنی یارو گیاه خاره، ما این رو درست در نظر میگیریم. پس الف و جیم و دال گزارای صحیح و در واقع توی خودشون دارن. ببخشید دال نیست، این چیه؟ ه هست، ه دو چشم. حل رفقا، بریم سراغ دهم. حل دوستان، گرفتی چی شد؟ آقا قربون تو، ماشاءالله. بچه ها خسته نباشید واقعا، دمتون گرم. میدونم روزم بودید امروز، خیلی خسته شدین. منم واقعا به عشق خودتون الان سرپام، چون منم از چهار همینجوری یک کله دارم درس میدم، پشت سرم چهار تا شیش، شیش تا ده، شیش تا خود الان، واقعا خسته شدم. ولی دمتون گرم، انرژی شما رو میگیرم، منم
انرژی میره بالا. قربون شما. تا حالا کلاس خوب بوده براتون؟ قربون شما. یه چیزی من همینجا بهتون بگم خیالتون رو راحت بکنم.